سبک سومی که داریم بهش میگن پاسیو اگرسیو استایل یا پاسیو اگرسیو کمیونیکیشن استایل. پاسیو اگرسیو یعنی به اصطلاح سلطه‌جوی منفعل، سلطه‌جوی منفعل یا به اصطلاح آزارگر منفعل. یعنی چی آزارگر منفعل؟ این سبک، این روش ترکیبی است از دو تا روش قبلی. کسی که دارای رفتار آزارگر منفعل هست، یعنی آزارگر منفعل هست، تلاش داره و نیت داره و قصد داره برای سلطه بر دیگری یا دیگران، برای مدیریت دیگران، حتی برای آسیب زدن به دیگران، برای انتقام گرفتن از دیگران، ولی این رو با روش‌های خشن و سخت انجام نمیده، بلکه با روش‌های نرم و غیر مستقیم بعضی وقتا انجام میده. این آدم‌ها رفتارشون در ظاهر رفتار منفعله یا حتی ممکنه مظلومانه باشه، ولی در باطن و در زیر این رفتار به ظاهر منفعل و آرام یک خشم و یک نفرت و یک شاید میل به انتقام یا میل به سلطه یا میل به بهره کشی از دیگری وجود داره. این آدم ها برای غلبه بر دیگران، برای کنترل دیگران و برای بهره کشی از دیگران متوسل به پرخاش و فحاشی و حالا مثلا کتک زدن و نمیدونم خشونت فیزیکی و حمله و اینا نمیشن، از این روش ها استفاده نمی کنن، اما در عوض از روش های نرم و از روش های به اصطلاح بگیم بی صدا، ساکت و غیر مستقیم استفاده می کنن، مثل تمسخر، مثل نیشخند، مثل ریشخند، مثل سکوت معنادار. آقا یه چیزی میگه، خانم یه سکوت معناداری میکنه، غیر مستقیم میخواد بگه که حرفت ببخشید احمقانه بود، حرفت مسخره بود، چه حرف بیمعنی زدی با سکوتش، و اون آقا اینو متوجه میشه، یا متوجه هم نشه یکی دو نفر دیگه ممکنه بفهم، یعنی میشه فهمید به هر حال وجود داره. یا اینکه خانم یه چیزی میگه، آقا هیچی نمیگه ولی رو برمیگردونه با یه حالتی پشتشو میکنه، شونهشو میندازه بالا، یعنی مثلا واه واه چه حرفا، خیلی ببخشید چه مزخرفاتی، یا بازم شروع کردی خزعبلاتتو، با یه حالت اینطوری. یا فرض بفرمایید که با قهر کردن، خیلی وقتا میخواد خواسته خودش رو با قهر کردن اعمال بکنه. خب مثلا به همسرش یا به فرزندش میگه که تو رفتی فلان جا، آره من یه قرار نبود نری فلان رو نبینی، میگه خب حق منه چه اشکالی داشت، میگه نه دیگه ما با هم کاری نداریم، یه هفته قهر میکنه با اون شخص، هیچ رفتار خشنی ظاهرا انجام نمیده، ولی با قهر کردن و پشت کردن اون آدم میخواد انتقام بگیره و کاری کنه که اون آدمه دیگه اون رفتاری که ایشون نمیپسنده انجام نده، یعنی مثلا نره با دوستاش بیرون. حالا ممکنه اون رفتارش هم، رفتار اون شخص، خیلی رفتار منطقی بوده، حقشه، اشکالی نداشته، کار بدی نکرده، با دوست بدی نرفته، جای بدی نرفته، ولی این آدمه به هر حال میخواد از این طریق اون آدمو کنترل بکنه. یا بعضی وقتا با مظلوم نمایی، با مظلوم نمایی که بله مثلا روز تولدم برای من چیزی نخریدن، خیلی خوب، ای وای سردرد گرفتم، من حالم بده، نمیدونم فلان، منو ببرن بیمارستان فلان، که میخواد غیر مستقیم بگه که آره شما به من توجه کافی نکردید و اتنشن بگیره، توجه بگیره در واقع از اطرافیان، از افراد خانواده. یا بعضی وقتا مثلا یه کار رو عقب میندازه، قراره که مثلا بچه رو ببره ثبت نام کنه یه جایی، به خاطر این اتفاقی که تو خانواده افتاده هی امروز فردا، امروز فردا، فردا میرم، هفته بعد میرم، ای دیدی یادم رفت، آها دیروز اینجوری شد، میخواد طرف مقابل رو آزار بده غیر مستقیم، انتقام بگیره که تو چرا پس پری روز بهت گفتم فلان کارو بکن نکردی، مثلا چرا فلان عملی که من میخواستم انجام ندادی، حالا هر چیزی که بوده، با اهمال کاری، با عقب انداختن کارها، یعنی از نوع انجام ندادن ها،
کار خاصی نمیکنه. ولی همین کاری نکردنش یه جور آزار دیگریه که یعنی ببین من اینطوری میتونم آزارت بدم، دفعه بعد کاری رو که من دوست ندارم مبادا انجام بدیم.